در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و اموره، راوی محمد حسن پور. فصل دوم، قسمت دوازدهم. فرانسواز هیچ خوش نداشت این دو زن به قول او فریبکار بیایند و این چنین با من گفتگو کنند. مدیر هتل که از کارکنانش می‌خواست همه چیز را زیر نظر داشته باشند، نگران به من گفت که گفتگوی یک مشتری هتل با خدمتکارها زیبنده نیست. من که آن دو فریبکار را از همه مشتریان هتل برتر می‌دانستم، به همین بسنده کردم که ریشخندی به او بزنم، چون مطمئن بودم که توضیحم را نمی‌فهمد و دو خواهر همچنان به دیدنم می‌آمدند. موری، ببین صورتش چقدر ظریفه؟ یه مینیاتور کامله، زیباتر از گرانبهاترین مینیاتوری که میشه توی یه ویترین دید. چون حرکت داره، حرفایی میزنه که میشه چندین روز و شب گوشش کرد. اینکه خانمی خارجی توانسته باشد آن دو رو با خود بیاورد معجزه‌ای بود، چون با آنکه از تاریخ و جغرافیا چیزی نمیدانستند، از انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، روس‌ها، ایتالیایی ها همه جانورهای اجنبی سخت متنفر بودند و فقط از فرانسوی ها، آن هم با استثناهایی، خوششان می آمد. چهره هاشان چنان رطوبت روسن اتاف پذیر جویبارهایشان را در خود نگه داشته بود که چون بحث یک مشتری غریبه هتل پیش آمد، سلست و ماری هنگام تکرار گفتش به چهره او در آمدند. دهانشان دهان او، چشمانشان چشمان او می شد و دلت می خواست این صورتک های دلنگیز تئاتری را نگه داری. حتی سلست در حالی که وانمود می کرد فقط گفته مدیر هتل یا فلان دوست مرا بازگو می کند، به آنچه می گفت نقل قول هایی ساختگی می افزود که بیان که به نظر برسد همه عیب های بلاک یا رئیس دادگاه یا دیگری را با شیطنت تصویر می کرد. تصویری تقلید ناپذیر بود و شکل گزارش مأموریت ساده‌ای را به خود می‌گرفت که او اجباراً به عهده گرفته بود. دو خواهر هیچگاه چیزی نمی‌خواندند، حتی روزنامه. اما یک روز روی تخت من چشمشان به کتابی افتاد. مجموعه ای از اشعار زیبا اما غریب سن لژه لژه بود. سلست چند صفحه خواند و به من گفت مطمئنین اینا شعرن؟ بیشتر به معما نمی‌مونه؟ طبعاً برای کسی که در کودکی فقط یک شعر در جهان هرچه یاسمن میراست را یاد گرفته بود، این شعرها چندان انسجامی نداشت. فکر میکنم که سرسختیشان در این که هیچ چیز نیاموزند تا اندازه ناشی از محیط ناسالم زادگاهشان بود، در حالی که به اندازه یک شاعر استعداد داشتند و فروتنیشان هم بیشتر از آنی بود که شاعران معمولاً ندارند. چنان که اگر سلست چیز جالبی می گفت و من آن را از یاد می بردم و خواهش می کردم دوباره بازگویش کند، قسم می خورد که فراموش کرده است. زنانی هند که هیچگاه کتابی نمی خوانند، اما هیچگاه کتابی هم نمی نویسند. فرانسواز بسیار تعجب کرد از شنیدن این که یک برادر این دو زن ساده و عامی با خواهرزاده اسقف اعظم شهر تور و دیگری با یک خیشاوند اسقف شهر روتس وصلت کرده است. این همه برای مدیر هتل احتمالاً هیچ مفهومی نداشت. سلست گاهی از شوهرش گله می کرد که او را درک نمی کند و من تعجب می کردم او چطور این زن را تحمل می کند، چون گاهی با تب و تاب و خشمی که داشت و همه چیز را نابود می کرد به راستی نفرت انگیز بود. کسانی مدعی‌اند که خون ما، این مایع شور، چیزی جز همان عنصر دریایی آغازین نیست که در درون ما باقی مانده است. و من معتقدم که سلست نه فقط هنگام خشم، بلکه زمانی هم که از رمق می‌افتاد، همچنان ضربان جویبارهای زادگاهش را در خود داشت. فطورش هم به شیوه آن جویبارها بود، یعنی به راستی خشک می‌شد. آنگاه دیگر هیچ چیز نمی‌توانست به او جان بدهد. سپس تن شکوهمند و سبکش را دوباره جریان فرا می گرفت. در بستر شیری شفاف پوست آبی گونش آب به راه می افتاد. به خورشید لبخند می زد و آبی تر از پیش می شد. در چنین لحظه هایی به راستی آسمانی می شد. به
در حالی که خانواده بلاک هیچگاه نفهمید چرا دایی هرگز نهار را در خانه نمی‌خورد و از همان آغاز این را به عنوان عادت وسواس‌آمیز یک پیرمرد عزب و شاید ناشی از رابطه‌ای با یک زن هنرپیشه پذیرفته بود، برای مدیر هتل هر آنچه به آقای نسیم برنار مربوط می‌شد از جمله محرمات بود. به همین دلیل بود که بدون آنکه با دایی حرف زده باشد، سرانجام به این نتیجه رسید که نباید خواهرزاده‌اش را گناهکار دانست و فقط به او سفارش کرد کمی ملاحظه داشته باشد. اما دخترک و دوستش که چند روزی خود را از کازینو و گرند هتل رانده می‌پنداشتند، با دیدن اینکه مشکلی در کار نیست بسیار خوشحال شدند. حتی به رخ مردان خانواده داری که تردشان می کردند می کشیدند که بی پروا هر کاری دلشان بخواهد می کنند. البته نه تا حد تکرار صحنه‌ای که همه را تکان داد، اما رفته رفته حرکاتشان را بفهمی نفهمی از سر گرفتند و یک شب که من و آلبرتین و ابلاک اتفاقی دیده بودیم از تالار نیمه تاریک بیرون می آمدیم، آن دو را دیدیم که تنگاتنگ هم می آمدند و پیاپی هم دیگر را می بوسیدند و چون به ما رسیدند، صدای جیغ و قهقههشان بلند شد و بی‌شرمانه سر و صدا کردند. بلاک سر پایین انداخت تا وانمود کند خواهرش را ندیده است. من در عذاب شدم از این فکر که شاید آن آواهای غریب و دردناک خطاب به آلبرتین باشد. رویداد دیگری نگرانیم را از این هم بیشتر کرد. در پلاش زن جوان زیبایی را با قامت کشیده و رنگ پریده دیده بودم که در کانون چشمانش شعاعهایی چنان منظم و رخشنده دیده می شد که نگاهش منظومه ای از ستاره را به یاد می آورد. فکر می کردم که بسیار زیباتر از آلبرتین است و بس به جاست که از این یکی بگذرم. در نهایت چهره این زن جوان زیبا را سوهان نادیده یک زندگی سخت مبتذل و قبول دائمی راه حل‌های جلف هموار کرده بود. تا آنجا که چشمانش با آنکه از بقیه صورتش نجیبانه تر بود جز به بارقه هوس و تمنا نمی درخشید. و فردای آن روز دیدم این زن که در کازینو از ما بسیار دور بود، بیوقفه نگاه‌های انگار فروزان و متناوب به آلبرتین می دوزد. چنان بود که گفتی به کمک فانوسی به او علامت می دهد. نگران بودم از اینکه دوستم ببیند اینسان به او توجه می شود. همی ترسیدم مبادا آن نگاه هایی که پیوسته روشن می شد مفهومی قراردادی چون وعده دیداری برای فردا داشته باشد. کسی چه می دانست؟ شاید این اولین وعده دیدارشان نبود. از کجا معلوم که آن زن جوان رخشنده چشم در گذشته به بلبک نیامده بود؟ شاید به این دلیل جرأت می کرد آن علامتهای نورانی را بدهد که آلبرتین پیشتر به خواست او یا یکی از دوستانش تن داده بود. در این صورت آن نگاه ها فقط چیزی را برای زمان حال نمی خواست، بلکه برای این درخواست بر ساعتهای خوشی از گذشته نیز تکیه می کرد. در این صورت این وعده دیدار نه اولی بلکه دنباله دیدارهایی از سالهای گذشته بود و در واقع آن نگاه ها نمی گفت دوستی می خواهی؟ همین که چشمان زن جوان به آلبرتین افتاد، سرش را کامل برگرداند و نگاه های رخشان و پر از خاطره به او دوخت. انگار که بیم داشت و در تعجب بود از اینکه دوستم چیزی به خاطر نمی آورد. آلبرتین که او را به خوبی می دید بی اعتنا و بی حرکت ماند، به گونه ای که آن دیگری با همان ملاحظه مردی که معشوقه سابقش را با مرد دیگری می‌بیند، دیگر به اون نگاه نکرد و اعتنایی نشان نداد. انگار که وجود نداشت. اما چند روز بعد گرایش های این زن و احتمال این که در گذشته آلبرتین را شناخته باشد برایم روشن شد. اغلب در تالار کازینو وقتی دو دختر خواهان دوستی با هم بودند، پدیده نورانی، نوعی خط رخشان که از یکی به دیگری کشیده شود، رخ می داد. این را هم گذرا بگوییم که به یاری چنین نشانه های هر چقدر هم نامحسوس، به کمک این علامت های ستارسان که بخشی از فضا را روشن می کند، اموره پراکنده می کوشد در هر شهر و هر روستا اعضای جدا افتادهش را گرد هم آورد و شهر توراتی را از نو بنا کند. در حالی که تبعیدیان حسرت زده یا پنهانکار یا گاهی بیباک صدوم نیز
در همه جا در همین کوششند تا شهر خود را هرچند موقت از نو بسازند. یک بار آن زن ناشناس را که آلبرتین ظاهراً نمی شناختش، درست در لحظه دیدم که دختر عموی بلاک از آنجا می گذشت. چشمان زن جوان درخشید، اما معلوم بود که دوشیزه یهودی را نمی شناسد. اولین بار بود که او را می دید. دوستی با او را می خواست. کمی شک داشت. هیچ آن اطمینانی را نداشت که در آلبرتین حس کرده بود. آلبرتینی که به همراهیش چنان مطمئن بود که وقتی سردیش را دید دچار همان شگفتی خارجی شد که پاریس را خوب بشناسد اما ساکنش نباشد. برای اقامتی چند هفتهی به این شهر بیاید و ببیند به جای تئاتری که اغلب شبهای خوشی را در آن می گذرانید بانکی در دست ساختمان است. دختر عموی بلاک سر میزی نشست و به تماشای مجله‌ای پرداخت. زن جوان بیدرنگ رفت و به حالتی سر به هوا کنارش نشست. اما از زیر میز پاهایش دیده می شد که تکان می خورد و دستهایشان که در هم گم می شد. سپس نوبت گفتگو شد و شوهر ساده دل زن جوان که همه جا دنبالش می گشت تعجب کرد از اینکه دید او با دختری که خود نمی شناسد برای همان شب برنامه می گذارد. همسرش دختر عموی بلاک را به عنوان دوست دوران کودکیش به او معرفی کرد. با نامی که معلوم نبود چه بود، چون فراموش کرده بود نامش را بپرسد. اما حضور شوهر آن دو را یک قدم دیگر به هم نزدیکتر کرد. چون بر پایه این که هم دیگر را از مدرسه می شناختند به هم تو گفتند. و همین نکته و نیز ساده لوحی شوهر بعداً به خندهشان انداخت و این شادمانی نیز فرصت دیگری برای مهرورزی شد. اما آلبرتین نمیتوانم بگویم در هیچ کجا، در کازینو یا در پلاژ دیده باشم که او با دختری رفتاری گستاخانه داشته باشد. حتی به نظرم میرسید که رفتارش بیش از اندازه سرد و بی‌اعتناست و این بیشتر از آن که ناشی از ادب باشد به نظر حیله‌ای برای رفع بدگمانی میآمد. میشنیدی که تند و سرد و مؤدبانه به صدای بلند به دختری میگوید آره طرفای ساعت 5 میرم برای تنیس، فردام طرفای ساعت 8 میرم آبتنی، و سپس بیدرنگ از او جدا میشد. و این همه سخت فریبامیز مینمود، چون یا این معنی را داشت که به این وسیله با او قرار میگذارد یا اینکه قرار را به صدای آهسته گذاشته است و آن جمله بی اهمیت را به صدای بلند میگوید تا کسی بو نبرد. آنگاه با دیدن اینکه سوار دوچرخه می شود و با شتاب می رود بی اختیار فکر می کردم که دارد به دیدن همان دختری می رود که با او حرف زده بود. در نهایت وقتی دختر زیبایی در گوشه ای از پلاژ از اتومبیل پیاده می شد آلبرتین خواه نخواه سری بر می گرداند و بیدرنگ در توضیح حرکت خود می گفت پرچم تازه یا نگاه می کردم که جلوی دوشا گذاشتن. حقش بود که یه خورده بیشتر مایه بذارن. اما اون پرچم قبلی خیلی فکستنی بود. به نظر من این یکی از اونم بیریختره. یک بار آلبرتین به رفتار سرد بسنده نکرد و این هرچه بیشتر مایه ی رنج من شد. می دانست که ناخرسند بودم از اینکه گهگاه یکی از دوستان خاله اش را می دید که زن سر به راهی نبود و گاهی دو سه روزی پیش خانم بونتان میماند. آلبرتین دوستانه به من گفته بود که دیگر به او سلام نخواهد کرد و هر بار که این زن به آنکارویل میامد آلبرتین میگفت راستی میدونید اومده اینجا؟ خبرشو دارین؟ به حالتی که بخواهد نشان دهد که او را پنهان از من نمیبیند. روز این را به من گفت و به دنبالش افسود آره کنار دریا دیدمش و مخصوصاً برای دهنکجی تقریباً بهش تنه زدم و هلش دادم. با شنیدن این گفته ی آلبرتین جمله از خانم بونتان به یادم آمد که هیچگاه دوباره به آن فکر نکرده بودم. آن اینکه در حضور من به خانم سوان گفت خواهرزادهش بسیار پرروست. به لحنی که انگار این حسنی باشد و اینکه نمیدونم به زن کدام صاحب منصبی گفته بود پدرش شاگرداش پز بوده است. اما گفته یک کسی که دوست می‌داری دراز زمانی سالم نمی‌ماند. رفته رفته رو به خرابی می‌رود. فاسد می‌شود. یک یا دو شب بعد دوباره به جمله آلبرتین فکر کردم و به نظرم آمد که این جمله
حاکی از بی‌تربیتی او، چونان که خود لافش را می‌زد و در نهایت می‌توانست مایه خنده هم بشود، نبود، بلکه مفهوم دیگری داشت. و آلبرتین شاید حتی بدون هدف خاصی و فقط برای اینکه به آن خانم نیشی زده باشد یا بدجنسانه پیشنهادهای قدیمی را به یادش بیاورد که شاید هم در گذشته پذیرفته می‌شد، به او تنه زده بود. و چون این حرکت را در مکانی عمومی کرده بود و میاندیشید که شاید از آن با خبر شده باشم، میخواست پیشا پیش کاری کند که آن را بد تعبیر نکنم. در هر حال چیزی نگذشت که ناگهان حسادت ناشی از اینکه شاید زنانی آلبرتین را دوست داشته باشند در من پایان گرفت.